فراغت 50 تن از یک دوره آموزشی کورس سارتنمنی پلیس کندوز. پلیس مسلکی مقدس و مدافع مطمئن صلح و ثبات از آموزش خوب نظام برخوردار. جان باختن 8 تن در نتیجه برفباری های سنگین در هرات. افزایش استخراج سنگ مرمر در ولایت میدان وردک. و حمایت دونالد ترامپ از معترضان در ایران. با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از تلویزیون اورانوس و رادیو کندوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 23 جدی سال 1398 هجری خورشیدی که برابر می شود به 12 جنوری سال 2020 میلادی. مشروع خبرها. بیش از 50 تن از یک دوره کورس آموزشی ساتنمنی پلیس ملی سند فراغتشان را به دست آوردند. زبردست صافی قماندان مرکز آموزشی پلیس در زون شمال میگوید که به تعداد 53 تن از آموزگاران بعد از فراگیری 6 ماه دوره آموزشی کورس پلیس ملی گواهی نامه هایشان را به دست آورده و این ساتنمنان از ولایت های شمال جلب و جذب شده بودند که امروز دوره آموزشیشان را تکمیل و دوباره در ولایتشان تعیین بس خواهند شد. آقای صافی میگوید که این جوانان آموزش های مسلکی پلیس را از جمله شناسایی افراد و اشیای مشکوک، دستگیری مجرمین، آگاهی از قانون نافذه کشور، تلاشی افراد و سایت و منازل، آموزش های دیگر پلیس ملی را نیز به طور مسلکی فرا گرفتند که میتوان مصدر خدمت بهتر به مردم و جامعه خود باشند. با این حال برخی از فارغان میگویند قبل از اینکه جهت آموزش های مسلکی به این مرکز بیایند هیچ گونه آگاهی از قوانین نافذه کشور و وظایف پلیس نداشته و اکنون میتوان به حیث یک خدمتگار واقعی و مسلکی مستر خدمت به مردم گردند. طول 24 هفته قانون اساسی، قانون پلیس، قانون ترافیک، توپوگرافی، برخورد فیزیکی و لفظی، عدم رعایت قوانین، ترس، جبر و غیره در اجرای قدرت نمایی و فنون نظامی در مورد آماده بودن یک پلیس مسلکی مقدس و مدافع مطمئن صلح و ثبات از آموزش خوب نظامی برخوردار شدیم. در نتیجه برفباری های سنگین در ولایت هرات 8 تن جان باختند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در یکی از این رویدادها 6 تن هنگام جان باختند که سقف خانهشان در نتیجه برفباری ها در ولسوالی انجیل این ولایت فرو ریخت. 2 تن دیگر هم در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات جان دادند. به گفته مقام ها در حال حاضر چندین شاهراه مهم از جمله تورغندی و اسلام قلعه تا هرات برای ترافیک بسته شده است. اداره هواشناسی افغانستان دیروز از احتمال برفباری های سنگین در ولایت های غربی خبر داده بود. جان دادن 8 تن در هرات نخستین تلفات برباری های امسال در کشور دانسته می شود. مسئول مالی گروه مخالفان در زون شمال شرق کشته شد. در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی امام صاحب کندوز، محب الله شهروند پاکستان که سوار بر موتر کرولا بود آماج ضربات هوایی قرار گرفته و کشته شده است. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 217 پامیر با نشر خبرنامه میگوید که عملیات آنان همچنان در نقاط مختلف این ولایت ادامه خواهد داشت. گروه مخالفان تا حال در این مورد با رسانه ها تبصره نکردند. برخی از کارمندان ادارات دولتی کندوز از سوی عبدالجبار نعیمی والی این ولایت مورد ارزیابی قرار گرفت. مسئولین ادارات دولتی هر یک بالنوبت دستاوردها و اجرات کاری سالانهشان را در بخش اصلاحات و ارائه حکومتداری خوب طی گزارش با رهبری ولایت شریک ساخته، خواستار ایجاد تغییرات در شیوه راهبردی شدند. عبدالجبار نعیمی والی کندوز روی اصل شایسته سالاری تخصص گرایی در ادارات تاکید داشته، میگوید هر مسئول اداره باید شخص خودش فعالیت ها و اجرات کاری خیش را ارزیابی و نشانه های مثبت آن را یادداشت کرده مطابق با آن فعالیت های کاری سال آینده اداره خیش را روی یک پلان کاری منظم ترتیب و به پیش ببرند. این در حالی است که هفته پیش رئیسان کار و امور اجتماعی مهاجرین و عودت کنندگان از سوی والی این ولایت مورد ارزیابی قرار گرفته و تعهد نمود
بودند که در راستای ارائه خدمات بهتر شهروندی با صداقت و ایمانداری بیشتر کار نمایند. کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری آرای برخی محلات خواستار وضاحت شده است. کمیسیون مستقل انتخابات کشور میگوید زمانی که وضاحت لازم را از کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت کند، بازشماری آرا در برخی مراکز و محلات آغاز خواهد شد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که کمیسیون شکایات انتخاباتی را کمک کند. کمیسیون انتخابات خواستار وضاحت بیشتر در مورد آن مراکز و محلات شده که کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستار بازشماری در آنها شده، در کدام ولایت با چه شک است و دلایلی که به بازشماری رفته تمام معلومات را شریک بسازند. به گفته ابراهیمی بر اساس این معلومات رهبری کمیسیون فیصله خواهد کرد، تیم های تکنیکی ایجاد می شود و برای بازشماری و تفتیش آرا کار خواهد کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی قبلا بازشماری آرا در برخی مراکز و محلات انتخاباتی 20 ولایت کشور را فیصله کرده بود و در مورد متباقی ولایات الا روز دوشنبه تصمیم خواهد گرفت. از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور بیش از 3 ماه می‌گذرد، اما هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است. شماری از سبد بافان در ولایت جوزجان میگویند که آنان توسط محصولات تولیدیشان در رقابت با کالاهای چینایی قرار دارند. این سبد بافان میگویند این حرفه را از زمانهای قدیم بدین طرف فرا گرفتند و از آن دست نخواهند برداشت. در این حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در جوزجان تلاش دارند تا این صنعت قدیمی را حفظ و نگهداری نمایند. شرح بیشتر در گزارش. خمچه های درخت توت و گز آنچه که شای مردان قل از کودکی بان سر و کار دارد. حرفه سبد بافی را شای مردان قل 70 ساله در کودکی از مامایش آموخته است. کارش سخت است، کارش اینه دستالا ببین که دستالا کلوش خون میکنه، دستالا پاره میکنه، دستالا آدم میترکه، خمچه سخت است دیگه. این مرد شبرغانی میگوید با حرفش خوشنود است و اندکترین انتظاری که دارد امنیت و آرامش است. خریدار شد بسید یک خاطر نیم یخچال نیست دیگه نیست، نیم استفاده میکنه شیر پر می زیرش از زیر میمونه، مثل یخچال بار یخت استفاده میشه. فروشندگان این سبد ها میگویند بازار سبد بافی و سبد فروشی نیز مانند بیشتر دست ساخت های دیگر آهسته آهسته رنگ میبازند. بابر سبد کم است، من میخرم بابر سابق آر نیست، مال چینایی میایه، پاکستان میایه، پلاستیکی مرد میخره، باداش که نیست که بادایست، بادم من میخرم باداشت، کم است، یک کم میخرم مردم، اما مالدارا میخره، اگه تو بادان دیگه مردم شاید نمیخرم. با این حال ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان میگوید که برای حفظ این حرفه به عنوان یک صنعت دستی تلاش دارد. دولت تلاش دارد تا از این صنف و از این بخش هم حمایت کنه و فرصت ها و زمین های خوبی را برای رشد و غنای این صنعت فراهم بکنه تا کلن این به باد فراموشی سپرده نشه. سبد بافان ولایت جوزجان میگویند هرچند گسترش استفاده از کالاهای چینایی کاربرد سبد دست ساخته وطنی را کم رنگ تر ساخته است، اما هنوز هم به زنده نگه داشتن این صنعت پابند هستند. وزارت زراعت افغانستان میگوید که حاصلات پنبه در افغانستان افزایش یافته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید محصول پنبه امسال در مقایسه با سال گذشته نزدیک 21% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید سال گذشته محصول پنبه 57450 تن بود، اما امسال این رقم به 73119 تن افزایش یافته است. با گفته آقای رستمی در سال جاری در 49317 هکتار زمین در 17 ولایت پنبه کشت شده است. این در حالی است که در سال 1397 در 39496 هکتار زمین پنبه کشت شده بود. سخنگوی وزارت زراعت میگوید که علاوه بر میزان خوب بارندگی، همکاری فنی و مشورت کارشناسان وزارت زراعت به دهقانان باعث افزایش کشت پنبه در کشور شده است. استخراج سنگ مرمر در ولایت میدان بردگ رو به افزایش است.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید استخراج سنگ مرمر در ولایت میدان وردک 57% افزایش یافته است. فضل باری بلوچ رئیس معدن این وزارت میگوید مجموع تولیدات سنگ مرمر سال 1398 نسبت به سال قبل آن 16883 تن افزایش را نشان میدهد و همچنان میگوید تا کنون 1879 متر مربع آن در 5 کانتینر به باکو مرکز آذربایجان صادر شده است. وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید 6 ذخیره بزرگ مرمر در کشور وجود دارد که تمامی اندازه آن به 9 میلیارد تن میرسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از معترضان در ایران حمایت کرد. رئیس جمهور آمریکا معترضان در ایران را شجاع دانسته و از آنها حمایت کرده است. پس از آن که رژیم ایران تایید کرد تیاره اوکراینی سهواً هدف قرار گرفته، شماره در تهران دست به مظاهره زدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در 3 توییت به فارسی نوشته شده بر رژیم ایران هشدار داد که جهان از این کشور نظارت میکند. در یکی از این توییت ها آمده است که به مردم شجاع و رنج کشیده ایران، من از ابتدای دوره ریاست جمهوری ام با شما ایستادم و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. اعتراض های شما را از نزدیک دنبال می کنیم و شجاعت شما الهام بخش است. اعتراض کننده های دیروز در تهران به ضد رژیم ایران شعار سر دادند و خواهان عدالت شدند. تیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین روز چهارشنبه در نتیجه برخورد راکت اردوی ایران لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط کرد. در نتیجه این سانحه 176 تن به شمول 10 شهروند افغانستان کشته شدند. بیش از 20,000 شهروند استرالیا به خاطر تغییر اقلیمی راهپیمایی کردند. آنان از حکومت محافظه‌کار کشورشان خواستند تا در برابر جلوگیری گرم شدن زمین دست به کار شوند. شرح بیشتر در گزارش. هزاران شهروند استرالیا امروز در شهر سیدنی تجمع کردند و از حکومتشان خواهان اقدام‌های عملی در برابر تغییرات اقلیمی شدند. آنها آتش سوزی های اخیر در استرالیا را به توجهی حکومتشان به گرم شدن هوا می دانند. این را از یاد برده نمی توانیم که تغییرات اقلیمی واقعیت ندارد و زمین نمی سوزد. بزرگترین جزیره جهان یعنی استرالیا مثال از این مشکل است. مناطق جنگلی استرالیا به ویژه ایالت نیو ساوت ویلز از ماه سپتامبر گذشته شاهد آتش سوزی های گسترده بودند. در این رویدادها تا اکنون 27 تن جان دادند و 8 میلیون هکتار زمین هم در آتش سوزی از بین رفتند. 2000 خانه نیز در آتش سوختند و بیش از 1 میلیارد حیوان و شمول خزندگان و پرنده ها در آتش سوزی ها از بین رفتند. رئیس جمهور روسیه میگوید میتواند بدون همکاری خارجی گاز را به آلمان صادر کند. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش باید بتواند خط لوله انتقال گاز به جرمنی را که امریکا بر آن تحریم وضع کرده است تکمیل کند. ولادیمیر پوتین روز شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مسکو گفت روسیه یقینا توانایی آن را دارد که خط لوله گاز نورد استریم 2 را بدون همکاری خارجی تکمیل کند. رئیس جمهور روسیه همچنان میگوید این پروژه خط لوله گاز که انتظار میرفت در نیمه اول سال 2020 میلادی فعال شود ماهای متعدد بعد تعویق خواهد افتاد. ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته بر کشتی های تحریم وضع کرد که پایپ لاین گاز نورد استریم 2 را تعبیه می کند. خط لوله نورد استریم 2 1230 کیلومتر طول دارد و گاز روسیه را به جرمنی انتقال می دهد. منتقدان میگویند این پروژه امنیت انرژی اروپا را به مخاطره افگنده، نفوذ روسیه را بر اوکراین افزایش می دهد. بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون اورانوس و رادیو کندوز، این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان شد. تا سرویس خبری دیگر و وقتتان بخیر. خدا نگهدار.